و شما همون بچه های نیستید که به در و دیوار سنگرادو می نوشتید مشق ما رو امام حسین مشخص کرده، تکلیف ما رو گفته. مگه نبودید؟ همینه. امروز مشق ما رو مولامون، رهبرمون، فرماندهمون مشخص کرده. چه افتخاری از این بالاتر؟ من واقعا میگم اگه ما همه عشقمون، شورمون، علاقمون رو به آقا بخوایم یه جایی نشون بدیم، خب تی کارمونه، تی فداکاریمونه. تا سالم هستیم، تا راه میریم، تا میکشیم وقت بذاریم، بدویم، تلاش بکنیم با فکر و ببریم جلو، یه عشقمونه به آقا نشون دادنه. اگر نیروزمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی حسن باقری و مهدی باکری و همت و متوسلیان بشه، برادرا آمریکا که آمریکاست، ده برابر آمریکا رو هم شکست میده. ما امروز دریایی از تجربه هستیم. یه لحظه به خودتون اینو نگید که آمریکا میاد بمب میزنه به آمریکا. آمریکا غلط کرد. آمریکا عراق چه شکلی شکست داده؟ کی بوده عراق؟ چه به سرش اومده در عراق؟ آمریکا در مقابل شما، بچه‌ها بدونید، و در مقابل وضعیت امروز نیروزمینی بدانید که خار و شکست خورده است. آمریکایا بالندگیشون به این تجهیزاتشونه. این تجهیزات تا یه وقتی میتونه به جلو بره. در مقابل اراده آدمایی که برای خدا کار میکنن، این شکست میخوره. شک نکنید، در تاریخ بوده ای. اینو ما باید در باورای خودمون، در وجود خودمون، وقتی که داریم حرف میزنیم میگیم که آمریکا نمیتونه جمر بکنه مخابراتو، نگیم نه آمریکا یه قدرته. آمریکا غلط میکنه، نمیتونه واقعا. و یه حساب مادیست، ولی ما به جای دیگه وصلیم. ما اگر اراده کردیم، آماده شدیم، وارد صحنه که شدیم، اولین اگر آمریکایی‌ها پاشونو به این سرزمین ما گذاشتن، اولین تلفات آمریکایی‌ها دادن، دیدن با موضوع محکمی مواجه هستن، بدانید که این منطقه ما آروم خواهد شد. مسلمان‌ها از دست آمریکایی‌ها نجات خواهند پیدا کرد و ممکنه خدای متعالی برنامه رو بچه‌ها درست کرده برای ما که ما این شکست به آمریکایی‌ها بدیم. خودمون رو آماده بکنیم برای این. واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که